به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه زبان آموزان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. نسرین پاغنده هستم، مدرس زبان انگلیسی. در خدمتتون هستم با درس 12، ادامه مبحث want، فعل خواستم. خب جلسه پیش با هم یاد گرفتیم که چجوری بگیم یک کاری رو من میخوام انجام بدم و یک کاری رو نمیخوام انجام بدم. خب امروز میخوایم سوال ساختن رو یاد بدیم، ولی قبل از اینکه من وارد مثال ها بشم، یک بار سریع مرور میکنیم انواع سوال ها رو برای افرادی که حالا تازه به جمع ما اضافه شدن. ما گفتیم که سوال ها به دو بخش تقسیم میشن. دو نوع سوال داریم، یک نوع yes no questions که جوابشون یا yes یا no، و یک نوع wh question که جواب یک جمله است. خود yes no question به دو بخش تقسیم میشه. گفتیم yes no question with to be verbs، یعنی با افعال to be، مثل چی؟ are you a teacher؟ آیا شما معلمی؟ yes I am. no I am not. از بودن و هستی چیزی سوال میکنیم، ولی جواب ما yes یا no. یا اینکه از عمل کرده یه چیزی سوال میکنیم، میگیم مثلا do you go to work، آیا تو سر کار میری؟ اوکی، جواب yes I do، no I don't. دیگه اینجا عمل داریم، go to work یک اکشن هست، یک عمل هست که ازش سوال میکنیم. خب که گفتیم چجوریه؟ با افعال کمکی در زمان حال ساده برای he or she does، در غیر این صورت دو. WH question هم همینطوریه، به دو بخش تقسیم میشه. WH question with to be verbs and auxiliary verbs. To be verbs for example where are you from، شما اهل کجا هستین، از بودن و هستی چیزی سوال میشه. I'm from ایران، جواب جمله دیگه yes or no نیست. و اگر از یک عمل، از یک اکشن سوال بشه، دیگه از افعال to be استفاده نمی کنیم، از do و does بنا به کننده کار، بنا به فاعل جملمون استفاده می کنیم. مثل چی؟ مثلا when do you go to school، جواب ما یک جمله است. مثلا I go to school every day، من هر روز میرم مدرسه، هر روز میرم دانشگاه. خب در رابطه با want هم دقیقا همون قوانین yes no question و wh question صادق هست، اوکی؟ منتها با افعال کمکی. تو زمان حال ساده گفتیم do و does برای سوال های yes no question، و ادوات پرسشی plus do و does برای WH question. حالا بریم مثال ها رو با هم کار بکنیم که این گرامر رو هم کامل یاد بگیریم و یاد بگیریم چجوری با want سوال بسازیم. مثلا میخوام بگم که آیا تو میخوای بری مسافرت؟ مسافرت رفتن و جلسه پیش گفتیم travel، و بهتون قول دادم که اسمش رو هم بهتون بگم. travel یعنی مسافرت رفتن و سفر یعنی trip. trip سفر رفتن. خب الان اگر سفر از میخوام، trip یعنی سفر، اگه بخوام بگم سفر رفتن، آیا فعل لازم دارم یا نه؟ بله، چون trip noun، verb نیست، اسمه. خب پس سفر رفتن میشه go on a trip. go to a trip نمیگیم، go on a trip. پرپوزیشنش on هست، دقت داشته باشید. go on a trip کلن یعنی travel. کدوم استفاده بکنیم؟ it depends on you. هر کدومی که خودتون راحت تر هستین، هر کدومی که باهاش ارتباط بهتری میگیرید استفاده کنید. این یه مقدار informal تر و غیر رسمی تر هست، ولی فرقی نمی کنه. هم travel رو میتونید بگید، هم go on a trip. خب سوال ساختیم، you هست کننده کارمون، بنابراین فعل کمکیش دوه، want to سر جای خودش و فعل اصلی سر جای خودش. Do you want to go on a trip? Yes I do. No I don't. جواب مثبت کوتاه، جواب منفی کوتاه. دیگه چی؟ آیا میخوای بخوابی؟ Do you want to sleep? Do you want to sleep? آیا میخوای بخوابی؟ Yes I do. No I don't. Sleep خوابیدن، فعل بعدی. دیگه چی؟ Does he want to come here? آیا او میخواد بیاد اینجا؟ Does he؟ هیه فعل کمکی. Does want اسش برداشته میشه. گفتیم هر زمان که does داشته باشیم، فعل ما برمیگرده به حالت سیمپل خودش، اسش رو
ازش میگیریم، اسش برداشته میشه. Does he want to come here? Come here یعنی بیاد اینجا. Yes, he does. No, he doesn't. دیگه چی؟ میخوام بگم آیا اون خانومه داره مهاجرت میکنه یا داره نقل مکان میکنه؟ ببینید move یعنی از یه جایی به یه جای دیگه حرکت کردن، ولی کاربرد این کلمه خیلی به این صورت هست که شما مثلا از یه خونه به یه خونه دیگه move میکنید، از یه شهری به یه شهر دیگه move میکنید، از یه شهری از یه کشوری به یه کشور دیگه move میکنید. الان متوجه شدید دقیقاً کاربرد این کلمه به چه صورتی هست؟ حالا میگم اون خانومه میخواد move کنه. Does she want to move? Does she want to move? Yes, she does. No, she doesn't. دیگه چی؟ میگم آیا اونا میخوان برن پیاده روی، میخوان قدم بزنن؟ قدم زدن میشه go for a walk. دقت داشته باشید اینجا پرپوزیشنمون for، اینجا on بود، go on، اینجا go for. باید حتما اگر میخواید نیتیو لایک صحبت کنید مثل خودشون بدونید کجا پرپوزیشن رو بیارید. من نیومدم یهویی بیام پرپوزیشن رو برای شما ردیف کنم که بعدش دچار مشکل بشین. دونه دونه یاد بگیرید. go on a trip، go for a walk، رفتن برای قدم زدن، پیاده روی کردن، قدم زدن. مثلا ساحل دریا ما go for a walk میکنیم، توی خیابون مثلا قدم میزنیم مغازه ها رو نگاه میکنیم، go for a walk میکنیم. خب میگم do they want to go for a walk؟ Do they want to go for a walk؟ Yes they do. No they don't. اینا شدن yes no question که تو حالت های مختلف با تمام افعالی که تا به الان بلدید میتونید اینا رو تغییر بدید و جملات متعددی رو به حالت سوالی از طرف مقابلتون بپرسید. بستگی داره که چی میخواییم بپرسید. خب حالا بریم WH question ها. WH question ها چیا بودن؟ ادوات پرسشی مثل what, when, how, why, who. درسته؟ what چه چیزی، when کی چه وقتی، how چجوری، why چرا، و who with یعنی با کی. who with، این who همیشه از with جدا میشه که حالا توی مثال بهتون میگم کاملا تو ذهنتون میشینه. خب میخوام بگم که تو چی کار میخوای بکنی. اونجا گفتم که جواب این بود که من میخوام برم سفر دیگه، درسته؟ do you want to go on a trip؟ Yes I want to go on a trip. What do you want to do؟ I want to go on a trip. کجا چه کار میخوای انجام بدی؟ من میخوام برم سفر. این دوی دوم فعل اصلی ما هست. مگه این فعل کمکی نیست؟ نه، دو هم فعل کمکی، به عنوان فعل کمکی ازش میشه استفاده کرد، هم به عنوان فعل اصلی به معنی انجام دادن کار. دو مثل گو، مثل سلیپ، مثل موو، این به عنوان فعل اصلی هست اینجا. یعنی فعل کمکیمون سر جای خودش هست، این هم فعل اصلیمونه. استثناء اینجا فعل اصلیمون دوه. و این خود این سوال خیلی بچه ها کاربرد داره. What do you wanna do؟ چی کار میخوای بکنی؟ I want to learn English. Okay, I want to study English. هر چیزی که شما میخواید، هر کاری که میخواید انجام بدید میتونه جواب این سوال باشه. این یک سوال کلیه. Okay, what do you want to do؟ دیگه چی؟ گفتیم که اینجا سوال ما این بودش که do you want to sleep؟ آیا تو میخوای بخوابی؟ خب okay, yes I want to sleep. آره من میخوام بخوابم. Okay, when do you want to sleep؟ کی میخوای بخوابی؟ جواب I want to sleep at 11 مثلا PM. اوکی من میخوام ساعت 11 شب بخوابم. دقت میکنید قرار هستش که در دروس قبلی هم دیگه اضافه بشه و شما بتونید کاملا دیالوگ داشته باشین، پرسش و پاسخ داشته باشین دیگه، درسته؟ So when do you want to sleep؟ دقت میکنید دیگه ادوات پرسشی اول اومده، فعل کمکی دوم اومده، کننده کار سوم. فعل کمکی رو هم کننده کاری که برای ما مشخص میکنه که دو بذاریم یا داز بذاریم. دیگه چی؟ من میخوام اینجا گفتیم که سوال ما چی بود؟ Does she want to come here؟ آیا اون میخواد بیاد اینجا؟ Yes, she wants to come here.
بله، اون میخواد بیاد اینجا. سوال، how does she want to come؟ چجوری میخواد بیاد؟ چجوری میخواد بیاد؟ جواب، she wants to take the subway. میخواد با مترو بیاد. She wants to take a taxi. یاد گرفتیم دیگه نحوه گفتن در رابطه با رفت و آمد کردن به جایی رو، درسته؟ چجوری میخواد بیاد؟ میخواد با مترو بیاد، میخواد با ماشین بیاد، میخواد پیاده بیاد. اوکی؟ هر جوابی میتونه جواب این سوال باشه. دیگه چی؟ اینجا گفتیم does she want to move؟ آیا اون خانومه میخواد موف کنه؟ خب حالا WH question داریم میسازیم با why، میگیم چرا میخواد موف کنه؟ Why does she want to move؟ جواب why میشه because، چون که. چرا میخواد این کار کنه؟ چون که. مثلا میگم why do you want to learn English؟ شما چرا میخوای انگلیسی بخونی؟ انگلیسی یاد بگیری؟ میگی because به خاطر اینکه for example I want to communicate with people all around the world. من به خاطر اینکه میخوام ارتباط بگیرم با تمام مردم دنیا، چون انگلیسی زبان بین‌المللیه و اگه یاد بگیرم با تمام مردم دنیا میتونم ارتباط بگیرم. اوکی؟ So why does she want to move؟ چرا؟ اوکی؟ She does. Why میاد اول، does فعل کمکی، کننده کار، want to سر جای خودش و بعد فعل اصلی. دیگه چی؟ اینجا گفتیم که do they want to go for a walk؟ آیا اونا میخوان برن قدم بزنن؟ حالا میخوان بگم با کی میخوان برن؟ درسته؟ با کی میشه who with، ولی بین who و with فاصله میفته. دقت کنین چجوری میشه سوالمون. هو مثل همین قاعده میاد سر جای خودش، مثل همین قاعده فعل کمکی بر اساس فاعل میاد سر جای خودش. هو دو دی، تا اینجا اوکیه؟ هو دو دی وان تو گو ویت، ویت میاد آخر جمله، با کی میخوان برن. هو دو دی وان تو گو ویت، تو با کی میخوای بری؟ Who do you want to go with؟ با کی میخوای تلویزیون نگاه کنی؟ Who do you want to watch TV with؟ با کی میخوای درس بخونی؟ Who do you want to study with؟ دقت کردین؟ این یه مقدار میدونم همچین گرامرش نچسبه، ولی اگر کار بکنید براتون راحت میشه. یعنی کل جمله رو به حالت WH questionی که همیشه بوده میارید، آخر سر یه ویت میارید اگر میخواییم بگیم با کی، با کی و جواب چیه. مثلا who do they want to go with، با کی میخوان برن؟ they want to go with their مثلا friends، با دوستاشون میخوان برن. they want to go with، اونها میخوان برن با، دیگه with میاد این ور، دیگه اون انتهای جمله قرار نمیگیره. they want to go with their friends، با دوستاشون میخوان برن. خب این شد سوال ساختن در رابطه با want. این درس رو هم خوب کار بکنید، سعی بکنید سوال زیاد بسازید. سوال ساختن خیلی 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 مهمه، چون هم مهارت شما رو توی زبان بالا میبره و جواب دادن اون سوال ها هم مرور تمام درسایی هستش که تا الان خوندید. اونایی که دوست دارن، اونایی که علاقه من هستن، دوباره تکالیف رو بر من بفرستن، من چک میکنم و اگر اشتباهی داشته باشن حتما براشون اونجا ادیت میکنم. امیدوارم که این درس رو هم براتون مفید باشه و خوب کار بکنید. تا درس بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.